بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. شکست بال و پرش آسمان تکان می‌خورد، ز درد روی تنش رنگ ارغوان می‌خورد. میان به سر خود او ز درد می‌پیچید، گره به کار اهالی آسمان می‌خورد. برای زخم عمیقش دوا افاق نکرد، زبس که زخم زبان او از این و آن میخورد. تو را خدا دگر او را به کوچه ها نکشید، خدا نکرده زمین گر در آن میان میخورد. جواب مادر او را چگونه میدادید، چقدر خون جگر او ز دستتان میخورد. ای وای ای وای، میان به سر خود تشنه روز سر می داد، صدای گریه و آهش به گوش جان می خورد. چنان ز چوب و لب خشک و خیزران می خوان که گویی به لبش چوب خیزران می خورد. شبیه جد غریبش چنان به خاک افتاد که ان نظر بس سر نیزه سنان میخورد. وقتی که متوکل ملعون دستور داد برید امام هادی رو بیارید، وقتی که آمدن در خانه امام هادی آقا را بدون عمامه و بدون عبا آوردن، با پای برهنه آقا رو در کوچه ها، ای وای ای وای، متوکل ملعون مشغول شراب خاری و میگساری بود. نگاهش به آقا که افتاد اصرار کرد برای ما اشعاری بخوان تا حال و هوای ما بهتر بشود. آقا انکار کرد، اصرار متوکل بیشتر شد. آقا اشعاری در مذمت دنیا خوان، متوکل حالش به هم خورد. متوکل گیلاسی که در دست داشت زد به زمین، آقا را با احترام دوباره فرستاد به طرف منزلش. اما بمیرم برا اون علیه که وقتی که وارد مجلس یزید شد، دید سر بابایش حسین داخل طبق دشت طلا، اون نانجیب جسارت به سر پدرش می کند، با چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله الحسین، گیلاس شراب به دست اون ملعون شراب میخورد و اضافه‌اش را روی لب و دندان ابا عبدالله الحسین میریزد. این علیه که متوکل با احترام دوباره به منزل فرستاد، اما این علی دست و بازویش با غل و زنجیر بسته بود، دست خواهرانش با غل و زنجیر بسته بود، دست عمش با غل و زنجیر بسته بود. چه کشیدی از مجلس یزید؟ صلی الله علیک یا مظلوم، یا عبا عبدالله الحسین.